خب یه زمانی یک دردسر بزرگی وجود داشت برای اینکه تلفظ رو بتونیم متوجه بشیم. دیگه نهایت کاری که میشد کردیم بود که یک آدم نیتیو رو پیدا کنی ازش بپرسی. الان میشه خیلی راحت از دیکشنری استفاده کرد. در مورد دیکشنری کاغذی توضیح دادم. در مورد دیکشنری های دیجیتال هم خیلی راحت روی گوشی شما سرچ میکنی، صدا رو گوش میکنی و به تلفظ میرسی. ولی یه نکته ای وجود داره که خیلی مهمه. اگر فقط بخوای به تلفظی که توی دیکشنری میشنوی دقت کنی، قطعا یک سری چیزها رو از دست خواهی داد. این یک نمثال. یک، ما هممون این واژه رو تلفظ میکنیم question. اگر هزار بار هم به تلفظ دیکشنری گوش کنید باز هم همین رو میشنوید. ولی اگر که واژه رو توی دیکشنری سرچ کنی میبینی که اینجا آوای چه داریم، question. بپذیری یا نه تلفظ درست واژه اینه. حالا یک بار دیگه گوش کن، question. میتونی از دیکشنریت استفاده کنی. نکته اینجاست، اگر تلفظ واژه رو نمیدونی، راهکارش خوندن تلفظه. تلفظ از طریق چشم اصلاح میشه نه از طریق گوش. خب بریم سراغ واژه بعدی. داستانش از اینم جالبتره. چیه این واژه؟ هیچ وقت تلفظش رو چک کردید؟ باز هم با گوش کردن به همون نتیجه غلط قبلی میرسیم. ولی حالا بذارید ببینیم تلفظ چیه. درسته، همون نکته‌ای که توی question وجود داشت اینجا هم وجود داره، suggestion. ولی اینجا یک نکته دیگه هم داریم، هم صدای ج و هم صدای گ، suggestion. این واژه رو اگر هزار بار هم با همون دید و با همون ذهنیت به تلفظش گوش کنی توی دیکشنری، قرار نیست تلفظ درست رو بشنوی. ولی وقتی تلفظ رو میبینی دیگه نمیشه این رو اشتباه کرد. suggestion. پس نکته امروز، نکته این بار، تلفظ رو حتما با IPA توی دیکشنری چک کن و بخون. تلفظ از طریق چشم اصلاح میشه نه از طریق گوش.